به ارتش میگفتم سریع 24 ساعت بازی کنید. 24 ساعت کسانی هم که پشت این پرده بودن، پاکستانی ها و اون بنجابی ها و اون رژیم جمهوری اسلامی، فرق واسم نمیکرد. میگفتم میجنگیم، کشورمونو پس نمیدیم، میجنگیم، کشته میشیم ولی تو کشورمون، نه اینکه پناهنده بشیم. پناهنده شدن اشتباهه، فرار کردن اشتباهه، نباید فرار میکردیم. مثل ایرانش کردن، با ایرانش فرقی نکرد، مثل زمان ایرانش کردن. 35 میلیون جمعیتش کردن، 20 سال آمریکا اومد، جمعیتش زیاد شد، همه نسل جوان اختشاش کردن، مثل ایران شد، بعد بختشون کردن، پناهنده شدن. باید می جنگیدید، باید می جنگیدید. تو کشورت می مردی، می گفتی به خاطر خاک و میهنم تو این کشور می میرم، چرا برم یه کشور دیگه سرام بندازم پایین بگم کشورمو تصاحب کردم؟ خب چه کسانی کشور شما رو تصاحب کردن؟ چه کسانی پشت پرده بودن؟ کشور افغانستان رزمی کار نداشتید، تکواندو کار، کنفو کار، اونا چه غلطی کردن؟ ورزش میکردن؟ باید اینجا تشکیلات ندارم، اینجا آشپز خوب نمه، ببخشید، اینجا تشکیلات ورزشی نیست. من به خاطر اینکه اعصابم خرابه و میشه لطف کنید دهن گشادتون رو ببندید، نخندید، نخند، من به این خنده میگیره نمیتونم کاری بکنم، نمیتونم
دستم هم هیچ چی نیست. بعد امکانات ندارم، امکانات ندارم، میدونی؟ ولی اگر افغانیایی که هنوز نیومدن مغزشون رو کار بندازن، بمونن، هرچی که اونا میگن گوش کنن، ولی برن تو قلب دشمن، بری تو قلب دشمن، بعد دشمن تو قلبشو پاره کن. قلب دشمنت اگه میخواد پاره بشه، باید بری تو قلب دشمنت عزیزم، فهمیدید؟ اگر میخوای قلب دشمنت پاره بشه، باید بری تو قلب دشمنت. باشه، افراطی ها هرچی میگن بگن، ما میگیم باشه، میرین تو قلبشون، تو سازمانشون، خارشونو میگاییم. انتقام 42 سال جنایت و تجاوز به بچه هامونو، به ناموسمونو، به همه چیزمونو ازشون میگیریم. اون گنده های کثافتشون هم که پشت پرده است، اونا هم از سوراخ های پشت پردهشون میکشیم بیرون، پدر اونا هم در میاریم. متحد باشیم، اتحاد داشته باشیم و بجنگیم. ما باید بجنگیم. روزی خدا، روزی هزاران نفر داره میمیره به خاطر افراطی ها، به خاطر بچه باز ها، به خاطر کونباز ها. کیا هستن؟ آخون. آخون عمامه خطرناکه آقا. عمامه تو کره زمین بچه بازه، تجاوز به زن، ضد زن، ضد ناموس، ضد آهنگ، ضد موزیک، ضد شادی، ضد خوشبختی، ضد هر چیزی، از ضد پیشرفت، دشمن همه ایناست. آخون دشمن انسانیته، دشمن انسانیت آخون. آخون حالا میخواد داعش باشه، طالبان باشه، جمهوری اسلامی باشه، پاکستان باشه، بنجابی باشه، فرق نمیکنه، اینا چین باشه، روسیه باشه، همه اینا هستن. وقتی این انا رو بزنیم زمین، طالبان رو بزنیم زمین، حساب کار دست بقیه هم میاد. ایرانی و افغانی و کرد و ترک و لور و فارس متحد بشید. البته فارس ها یه مقدار ترسو هستن، فارس ها اهل جنگ نیستن، فارس ها اهل شعار هستن، اهل جنگ نیستن، نمی جنگن. ولی لور، کرد، ترک، سیستان بلوچستانی، افغان، افغان بستگی به ایالتاش داره کدوم ایالتش مثلا جنگه، اونا اینا می جنگن، نمی ترسن. تنازی ویروس پیشرفته رو، پیشرفته تر رو کشنده تر از کرونا دلتا تو چین کش شده، داره با سرعت زیاد میاد، بیاد بره تو کونم. دلتا که رو چنده ریدم تو درمش. اینها جنگ های روحی روانیه. ورزش کن، ترس و وحشت رو بذار کنار، انرژی مثبت به خود بده. آقا ویروس کیرم تو ویروس، ببخشید عذر میخوام، بی ادبی نباشم، دارم فوش میدم، فوش به این کس پدر دختای حرومزاده میدم، بچه بازن، دختره مردم رو میدوزن، ویروس هم درست میکنن، ببخشید بهشون باید فوش بدی. من فوش میدم به تمام این کسانی که تجاوز به ناموس میکنن، به تمام این کسانی که تجاوز به کشورها میکنن، کشور افغانستان، کشور ایران اشغال شده، کشور کردستان. الان تا حالا 3 تا کشور این بیناموسای بیناموس بی پدر و مادر اشغال کردن، این حرامزاده ها، این تازی زاده ها، این بچه باز ها، اینایی که دخترای مردمو میدزدن، میبرن صیغه‌شو میکنن و ازشون نسل به وجود میارن که خودشون مغزشون رو شستشو کنن، تربیت کنن بر علیه مردم. چرا فوش ندین؟ فوش میدم، من فوش میدم،
من فحاشی میکنم به تمام اون کسکشای بیناموس بی پدر مادری که کشور افغانستان کشور ایران اشغال کردن، با اون حرامزاده های کونی که پشت پرده هستن کون میدن حالشو میبرن و خوار مادر کشورها رو میگن، ناموس مردم رو آواره میکنن. چرا فوش ندیم؟ فوش میدیم، خیلی خوبش هم میدیم، میجنگیم باهاشونم. ما میجنگیم، دشمن ما آخونده، دشمن ما طالبانه، دشمن ما داعشه، با اینا باید بجنگیم. فقط شعار نباید بدیم، باید بریم تو قلبشون، قلبشونو بکنید. یا قلبشونو باید سمی کنیم بمیرن، یا قلبشونو باید بکنیم. دو راه داریم، دشمن ما آخونده، یا قلبشو سمی کنید بمیره، یا قلبشو باید بکنیم. با داد و بیداد و تظاهرات و شعار هیچ کاری نمیشه کرد. 42 سال شعار دادیم، 42 سال روزنامه کتاب نوشتیم، تظاهرات کردیم، حقوق بشر گفتیم، فعالین گفتیم، سازمان ها گفتیم، هیچ کاری نکردن. نشد. چیکار کردن؟ اونا هنوز سر جاشونن، اینا هم سر جاشونن. رسانه ها کمک نکردن که اینا از بین برن، روزنامه ها کمک نکردن که اینا از بین برن، سازمان های سیاسی و غیر انتفاعی کمک نکردن که اینا از بین برن، کشورهای مختلف هم کمک نکردن که اینا از بین برن. پس خودمون باید از بین ببریمشون. چجوری؟ میریم تو قلبشون، قلبشون رو سمی میکنیم. آره عزیزم، قلبشون رو باید سمی کنید، قلبشون رو سمی کنید، قلبشون، جای حساسشون رو باید سمی کنید. یه واقعیته، بدون خون و خون ریزی قرار نیست خون کسی ریخته بشه، قرار نیست جنگ با موشک یا هواپیما یا سلاح بخواد بخرید، نه پول به این مافیای سلاح میدید نه چیزی. قلبشون رو سمی میکنید، ناموستون رو میگیرن، ناموستون رفت تو زندگی این پدرسوخته ها دیگه، میخوان تجاوز سکس کنن دیگه، با ناموست میخوان سکس کنن، تجاوز بکنن دیگه، کرد دیگه، همون ناموس میتونه اونو بکشه. چون که خودشون دوتا تو اتاق هم میخواد نوشیدنی بهش بده، سمیش کنه، یه جور از بین ببردش، بکشید، سمیش کنه. حالا سم گیرش همه یه جوری از بین ببره. وقتی به دختر تجاوز میشه، دختر 12 ساله، اون دختر 12 ساله باید انتقام بگیره، انتقامشو باید بگیره که بهش تجاوز شده. مثل من انتظار دارم میکشم که یه روز انتقام بگیرم از آخوندها، چون به من تجاوز جنسی شده، چون که جسم منو از بین بردن، چون که انسانیت ازم نتونستم بگیرم، مغزمو نتونستم، تفکرمو نتونستم ازم بگیرم، همون چیزی که از شما نتونستم بگیرم. به ماها تجاوز کردن کیا؟ همین افراطی ها، دروغوها، اینایی که دین ندارن، بی دین هستن ولی حاکم دین هستن، بی دینن ولی حاکم دینن. اینو یادتون باشه، اینها بی دین هستن ولی حاکم دین هستن، بی خدا هستن ولی از طرف، میگن از طرف خدا اومدن، خدا رو قبول ندارن ولی میگن ما حاکمان خدا هستیم در کره زمین. بچه ها دخترهای 12 ساله رو 10 سالتون رو بدید ما بهشون تجاوز کنیم، نسل تولید کنیم. دستکش ها خیلی خوبه، این دستکش ها قدرت دستتون رو زیاد میکنه. دستکش همیشه تو دستتون بکنید، دستکش باعث میشه قدرت دستت زیاد بشه. زنها، دخترها، کسانی که میخوان مبارزه کنن، از امروز یاد بگیرید مبارزه کنید.
توی کره زمین آینده‌ای وجود نداره. آینده ما برده‌داریه. باید بجنگیم. ما برده هستیم و باید بر علیه دشمنمون بجنگیم. بریم تو قلب دشمن. قلب دشمن رو باید بکنیم. دستکش قوی میکنه دست شما رو. ماهیچه دست رو اگر میخوایید دستتون قوی بشه. ببینید دیگه اون زمان گذشت که باید لطیف باشید و لطافت داشته باشید و اشوه های دخترون و اینا. الان باید خشن باشید. بجنگید. با کی؟ آخوند. تعدادشون زیاد شده. جمعیتشون رفته بالا. طالبان، داعش، آخوند، پاکستانی، بنجابی زیاد شدن. تجاوز به افغانستان کردن. تجاوز به ایران کردن. باید زن و مرد نداره جنسیت. ببینید تبلیغات این عوضی هست. آیا تو زنی باید اینجوری بشی، لطیف بشی، اینجوری را بری؟ بابا به کش کنار ببینم. جنگه، جنگ های روحی روانیه، جنگ های بیولوژیکیه، جنگ های بیناموسیه، جنگ های تجاوزه. چجوری بود؟ ای که توی همه کسم، بی تو میگیری نفسم. اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم، به هرچی میخوام. دوستان افغانستانیمون اگر میشه لطفا بیان بالا صحبتی داشته باشیم. دوستان افغانستانیمون اگر میخوام بیام بالا که صحبتی داشته باشیم. کسانی که برای کشور افغانستان هستن خبر جدید دارن که ببینیم توی افغانستان به این بزرگی 35 میلیون جمعیت یه عده افغانی بلند شن مبارزه کنن بجنگن. ببینیم کسانی وجود دارن، آیا از افغانستان کسانی وجود دارن، گروهی وجود دارن که از مردم افغانستان حمایت کنن و با طالبان بجنگن. این محسن صفایی آمده. اینم خود اینم یه داعشیه. اینم یه داعشیه بچه ها. اینم یه داعشیه که اینجاست که میخواد میگه من کابلم بیارم بالا. تو کجات کابله؟ راست میگی برو بجنگ با داعش. برو بجنگ، خجالت بکش. اومدی اینجا مسخره میکنی. اون داعش کثیف، اون طالبان کثیف. فردا نوبت تو هم میشه بسیجی. تو خونه تو هم بریزن ناموس تو، خودتو بگیرن بکنن. آره فکر نکن نوبت تو نمیرسه. همینجور فکر نکنی ایرانی ها رو دارید میکشید، افغانی ها رو دارید میکشید، جنایت میکنید، فهم میکنید زرنگی. ما نمیفهم. مردم همه شعور دارن. فهم و شعورشونه که عمل نکردن که. مردم شاید دماغشون عمل کردن، شاید جای دیگه شمه، ولی فهم و شعور ایشکی عمل نکرده. فهم و شعور ما کار میکنه. من نمیدونم الان کیا اینجا بچه افغان. دوستان افغانستانی اگر میایید بالا صحبت میکنید تصویر ندید. دوستان افغانستانی بالا اگر میایید تصویر ندید کسی شما رو بشناسه. فقط حرف بزنید، تصویر ندید. تصویر بدید میندازم پایین. کسانی که میخوان از کشور افغانستان، از مردم ایران، از مردم افغانستان حمایت کنن، میخوان بیان صحبت کنن، تصویر ندن لطفاً. لطفاً تصویر ندن. کسانی که میخوان بیان بالا صحبت کنن، از مردم افغانستان، از مردم ایران میخوان حمایت کنن، میان بالا صحبت میکنن، تصویر ندن. ببینم این کجاییه میخواد بیاد بالا.
خوابی نمیتونه بیاد بالا فکر کنم نشد. تو سعد شما رو من ریکوست دادم فکر کنم اینترنت ضعیفه نمیتونی بیای بالا. دوستان افغانستانی و دوستان ایرانی اگه میاد بالا میخواید صحبت کنید تصویر نه بنده خدا مردم افغانستان گناه دارن. بله هم مردم افغانستان گناه دارن هم مردم ایران که روزی 1000 نفر دارن 1000 تا ایرانی میکشن به اسم کرونا دارن میکشن ایرانی ها رو. خیلی گرسنمه انقدر دلم زخم میکنه غذا نخوردم بچه ها خیلی گشتمه. دوستانی که میخوام بیام بالا دیگه خیلی مسخره. اینا که چرت پرت میگن اینا آشغالن. به این کامنت های چرت پرت توجه نکنید. دوستان افغانی، دوستان ایرانی، کسانی که میخوان صحبت کنن در مورد مردم تصویر ندن. میام بالا تصویر ندن. بچه خیلی گشنمه من باید بذارید غذا بخورم دلم ضعف میکنه خیلی گشنمه چی نخوردم بچه اول صبحونه بخورم یه آهنگ گوش کنید. هایده خانم Thank you.
کثیف با داعش کثیف ما همه با هم هستیم می جنگیم 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 با داعش آخوند و طالبان و پاکستانی فرقی واسه ما نمیکنه. ما افغانستان می خواهیم، امارات اسلامی نمی خواهیم. ما امارات اسلامی نمیخواهیم. ما میجنگیم با امارات اسلامی و میکنیمش کشور افغان با امید آزادی کشور افغانستان و کشور ایران. شکرتونم، موکرتونم، سپاسگزارم. میجنگیم خدا.